فصل چهارم. ای اربابان، با غلامان خود عادلانه و منصفانه رفتار کنید، زیرا می دانید که شما هم در آسمان یک ارباب دارید. همیشه با حواس جمع و شکرگزاری دعا کنید. برای ما نیز دعا کنید که خدا برای اعلام پیام خود فرصت مناسبی به ما بدهد، تا آن حقایقی را که درباره مسیح پوشیده بود اعلام کنیم. به سبب این است که من اکنون در زندان هستم، و دعا کنید تا آنطوری که وظیفه من است این سر را آشکار سازم. در مناسبات خود با افراد غیر مسیحی رفتار عاقلانه داشته باشید. از فرصت‌هایی که اکنون در دسترس شماست حد اکثر استفاده را بکنید. گفتار شما پیوسته جالب و ملیح باشد و یاد بگیرید که چگونه به هر کس پاسخ مناسبی بدهید. تیخیکوس شما را از وضع من مطلع خواهد ساخت. او برادر عزیز و خادم وفادار است و با من در کار خداوند مثل یک غلام خدمت می کند. او را به این منظور پیش شما می فرستم تا از احوال ما با خبر شوید و تا خاطر شما را آسوده کند. اونوسیموس که برادر محبوب و وفادار و یکی از خودتان می باشد همراه اوست. این دو شما را از همه اموری که اینجا در جریان است آگاه خواهند ساخت. اریسترخوس که با من در زندان است و همچنین مرقس پسرموی برنابا به شما سلام می رساند. درباره مرقس قبلا دستوراتی داده بودم که چنان که پیش شما بیاید او را با گرمی بپذیرید و یسوع ملقب به یوستوس سلام میرساند. از مسیحیان یهودی نژاد فقط این چند نفر هستند که برای پیشرفت پادشاهی خدا با من همکاری میکنند و باعث دلگرمی من شدند. اپفراس که یکی از افراد شما و غلام مسیح عیسی است سلام میرساند. او همیشه با جدیت برای شما دعا میکند و از خدا میخواهد که استوار و بالغ و کاملا خاطر جمع باشید تا بتوانید اراده خدا را کاملا اطاعت کنید، زیرا من شاهد هستم که او به خاطر شما و ایمانداران لاودیکیه و هیراپولس زحمت زیادی کشیده است. لوقا پزشک محبوب و دیماس به شما سلام می رسانند. به برادران در لاودیکیه و به بانو نیمفاس و کلیسا که در خانه او تشکیل می شود سلام برسانید. پس از اینکه نامه را خواندی طوری ترتیب بدهید که برای کلیسای لاودیکیه نیز خوانده شود و شما هم نامه ای را که به کلیسای لاودیکیه نوشتم بخوانید. به ارخیپوس بگویید مواظب باش که آن مأموریتی را که در خدمت خداوند به عهده تو گذاشته شده است انجام دهی. من پولس با خط خودم درود می‌فرستم. فراموش نکنید که من هنوز در زندان هستم. فیض خدا با شما باد. آمین.